تهدیدم کردند و گفتند که با چادرت زندگی تو از بین میبریم. ناگفته ها و افشاگری های جنجالی امروز مادر علی انصاریان بعد از گذشته سالها از خانوادهش و بالا کشیدن ارثیه علی انصاریان. همونجور که میدونید بعد از درگذشت مرحوم علی انصاریان از وابستگی های فراوان مرحوم به مادر خودش در فضای مجازی بسیار شنیدیم و از علاقهی که همیشه علی انصاریان از مادرش میگفت و تعریف های زیادی که از مادرش ما در تلویزیون و جاهای مختلف میشنیدیم و محتمل بود که بعد از درگذشت علی انصاریان تمام ثروت و مال و اموالی که در این سالها برای خودش جمع کرده بود صرفا گیر مادرش بیاد، چون که علی انصاریان تا بدون سن ازدواج نکرده بود و کلن کسی هم نبود که بخواد از این مال و اموال استفاده کنه. اما ناگفته هایی که امروز برملا شد فوق‌العاده حیاتی و جنجالی بود. مادر علی انصاریان در مصاحبه‌ای که انجام داد از تهدید به مرگ خودش گفت و از این گفت که کسانی هستن که پول و مال و اموال علی رو بالا کشیدن و حالا اینجا هستم که بررسی کنم که این افراد چه کسانی بودن. گفته شده که داماد و دختره مادر علی انصاریان، بهتر بگیم خواهر و داماد علی انصاریان بودن. همینجا میگیم که در ادامه با هم دیگه بررسی کنیم که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. اول از همه برسیم به این که اقتصاد ایران برای اولین بار این متن رو منتشر کرد و گفت که در اتفاق غیر منتظر و تلخ دو نفر از افراد نزدیک به علی انصاریان، فوتبالیست فقید تیم ملی و پرسپولیس، با استفاده از اعتماد مادر او بخشی از اموال این بازیکن رو با جعل سند به نام خودشون کردن. این افراد همچنین برای وادار کردن مادر انصاریان به سکوت اونو تهدید به مرگ کردند. مادر علی انصاریان ضمن شکایت قانونی از جامعه فوتبال ایران درخواست کمک و حمایت کرد. این متن رو امروز منتشر کرد. اما ماجرای جعل سند و تهدیدایی که علیه مادر علی انصاریان شده چی بوده؟ توی یکی از غم‌انگیزترین و شوک‌آورترین اتفاقاتی که اخیراً برای مادر علی انصاریان افتاد، همین اتفاق بود که با تهدیدهای جانی از سوی دو نفر از نزدیکای پسرش مواجه شد. این افراد با نامهای اختصاری ه الف و ف الف دارن شناخته میشن. اما در ادامه به نظر میرسه که فاطمه انصاری و شوهرش، یعنی کسانی که قوم و خویش خونی بودن با علی انصاریان، خواهر و دامادش در فضای مجازی این اسامی داره مطرح میشه که شناخته میشن و به ادعای مادر علی انصاریان با استفاده از اعتماد اون و گول زدنش جعل سند کردن و بخش از امواله که علی انصاریان هم میدونیم که کم ثروت نداشت بالا کشیدن و اونو به نام خودشون ثبت کردن. این سوء استفاده از مادر علی انصاریان به نظر میرسه دیگه تا امروز ضربه سنگینی رو به خانواده‌اش وارد کرده بود و در نهایت مادر علی انصاریان امروز سکوت خودش رو شکست. تهدید به مرگ برای وادار کردنش به سکوت. این اتفاق یکی از این دو نفر که به گفته مادر علی انصاریان تهدیدات جدی رو هم علیه اون مطرح کرده، با الفاظی نگران کننده اونو به مرگ تهدید کرد و گفته که با چادر زندگی تو از بین میبریم، یا همون بهتر بگیم که خفت میکنیم و با چادری که روی سرت هست. همیشه ما مادر علی انصاریان رو محجبه دیدیم. خب این توبتهایی که انجام میشه خیلی جای سوال داره. حتی پا رو فراتر گذاشتن به نظر میرسه که با سلاح و نارنجک به خونه اون حمله میکنن و این تهدیدها موجب شده که نگرانی های مادر علی انصاریان عمیق و عمیق‌تر بشه و اونو به چارچوبی واداشتند و اونو زندانی کردن تا به امروز صحبتی انجام نده. اما درخواست کمکی که مادر علی انصاریان امروز از جامعه فوتبال ایران کرد فوق‌العاده حائز اهمیت بود. عده زیادی از پیشکسوتان فوتبال در خصوص این اتفاق صحبت کردند و جالب توجه هست که به کمک مادر علی انصاریان رفتن. باور نکردنی اسامی که داره مطرح میشه، مثل دخترش یا حتی دامادش که این حرفا رو مطرح کردن. حالا خود مادر علی انصاریان صرفا از دختر و دامادش استفاده لسانی نکرد، یعنی به گفته خودش به صورت کامل اعلام نکرد، اما خب حرفایی که الان در فضای مجازی مطرح هست این گونه میشه برداشت کرد. درخواست کمکی که انجام داد بغضش رو شکست و نتونست احساسات خودش رو کنترل کنه و از طریق رسانه‌ها به جامعه فوتبال اعلام کرد. از تمام اهالی فوتبال و هوادارا درخواست کرد که به اون و خانواده‌اش کمک کنند و جلوی این افراد سودجو و تهدید کننده رو بگیرن. او از مردم خواست تا در نجات جونش و بازپسگیری اموال پسرش از دست این افراد
دخیل باشن. جالب، تیتر هر کدوم از رسانه ها رو که الان باز کنید تیتری بالا میاد تحت عنوان مادر علی انصاریان از دختر و دامادش شکایت کرد. حالا ما تصویری از داماد علی انصاریان و خانواده انصاریان تا بدین لحظه پیدا نکردیم، اگر که در تصویر دارید مشاهده میکنید احتمالاً پیدا شده و شما دارید مشاهده میکنید. صحبت های تکان دهنده ای بود که امروز انجام شده بود. تیتر یک تابناک، قطره و حتی شهر خبر و رسانه‌های مطرحی که در فضای مجازی فعال هستند تیتر یکشون رو به تهدیدایی که علیه مادر علی انصاریان شده نسبت دادن. باید ببینیم که در ادامه سرنوشت این اتفاق به کجا میرسه. مادر علی انصاریان که اون رو به اسم ننه علی میشناختیم، بعد از گذشت این همه سال بالاخره تصمیم گرفت که واقعیت این اتفاق رو رونمایی کنه. اولین بار به نظر میرسه به طرفداری و سایت طرفداری گفته شده اسم ف الف و ه الف که اموال پسر مادر علی انصاریان همون ننه علی رو به تاراج بردن. گفته شده که ثروت علی انصاریان بیشتر از چیزی بوده که فکر میکردیم. یادمون هست که علی انصاریان آخرهای زندگیش به بازیگری و مجریگری پرداخته بود و حسابی مشغول اون کارها بود. یادمون هست که مجری فوق‌العاده موفقی بود با اسامی که میگفت در رسانه ها و صحبت های بی‌پرده‌ای که انجام میداد حسابی هم محبوب شده بود. با مرگ ناگهانی که توسط کرونا اتفاق افتاد با همراه با مهرداد میناوند، دو فوتبالیستی بودن که به طور ناگهانی در مدت زمان و وقفه کوتاه مدت هر دو نفرشون دار فانی رو وداع گفتن. چندین سال زیادی هم هست که علی انصاریان رو ما از دست دادیم، اما سکوت مادر علی انصاریان الان شکست. مادر علی انصاریان بارها گفته بود که علی جز من کسی رو نداشت و خود علی انصاریان هم بارها گفته بود که من جز مادرم کسی رو توی زندگیم ندارم و همه زندگی من مادرم هست. همیشه از علاقه علی انصاریان به مادر شنیدیم، دیدیم و گفته شده و در فضای مجازی ما حسابی عشق و محبتی که بین پسر و مادر بود رو بارها دیدیم. اما اتفاق بدی برای مادر علی انصاریان افتاده. اگه در ادامه روزها اتفاق مهمی افتاد، یا اینکه اخبار موثقی از سمت رسانه‌ها به منتشر شد، یا حتی مادر علی انصاریان دوباره تصمیم گرفت که این سری به صورت بی‌پرده‌تر و به صورت کامل‌تر صحبت کنه درباره ادعایی که این روزها مطرح هست، واسهتون پوشش میدیم. باید ببینیم و منتظر باشیم ببینیم دستگاه‌های قضایی یا کسانی که نظاره‌گر این اتفاقات هستن دخیل هستن، توش دخالت می‌کنن، دستگاه‌های ناظر کشور یا صرفا این اتفاقات تموم میشه. اما کمکی که مادر علی انصاریان خواسته به نظر بی پاسخ نخواهد بود و صرفا به کمکش خواهند رفت. مرسی که تا بدین جای کار با ما همراه بودین. در ادامه اتفاقات و روندمون اگر ننه علی یا مادر علی انصاریان صحبتی کنه حتما واسهتون پوشش کامل خواهیم داد. مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودید.